میرزا علی ثقت الاسلام تبریزی روحانی روشن فکری بود که توی علم تاریخ، کلام و مثنوی شناسی صاحب نظر به حساب می اومد. ثقت الاسلام که خودش اهل شعر و شاعری هم بود، تو کتابخونه شخصیش مجلس ادبی برگزار می‌کرد و میزبان ادبا و فضلای تبریز می‌شد. البته این همه وجوه شخصیتی ایشون نبود. میرزا علی جزو طرفدارای جدی مشروط طلبی و آزادی‌خواهی بود و بابتش از جون مایه گذاشت. این که میگیم از جون مایه گذاشت به خاطر تعارف و اینا نیست، نه، واقعا جونش رو پای اعتقادش گذاشت. داستان برمیگرده به زمانی که مشروطه خواهان تبریز علیه استبداد محمد علی شاه قیام کردند و شاه قاجار سپاهی رو به سرکردگی عین‌الدوله روانه تبریز کرد، اما به خاطر مقاومت اهالی شهر عین‌الدوله عقب نشینی کرد و راه ورود آذوقه رو به شهر بست. بعد از 4 ماه محاصره و قحطی و گرسنگی مردم تبریز و همچنین ترس از مداخله روسا باعث شد که ثقت الاسلام برای محمد علی شاه تلگرام بفرسته و در نهایت قرار شد که طرفین درگیری با هم مذاکره کنند. مذاکره هم کردن، اما نصیحت شاه توسط این روحانی مبارز فایده ای نداشت و همون چیزی که میرزا علی ازش میترسید اتفاق افتاد. نیروهای روسی برای دخالت تو امور ایران روانه تبریز شدن. بعد از چند روز درگیری و جنگ سخت بین مجاهدین تبریزی و نیروهای روس و برخلاف هشدار برخی از افراد از جمله نماینده دولت عثمانی که پیغام داده بود روسا قصد کشتنش رو دارن، حاضر به مخفی شدن و پناهندگی نشد. سرانجام بعد از اینکه در کنسولگری روسیه زیر بار رفتار نوشته ایو تایید کنه که مجاهدین و آغازگر جنگ میدونست، در عاشورای سال 1290 هجری شمسی به همراه 7 نفر دیگه توسط مأمورین روس به دار آویخته شد و به شهادت رسید. میرزا علی ثقت الاسلام تبریزی نامی بود که در تاریخ ایران موندگار شد. روحش شاد.